د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان پر رسمي بلنه پرون سهار د دغه هیواد پلازمینې دوشنبه ته سفر وکړ. جمهور رئیس حامد کرزی او ملګری پلاوی ته د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان لخوا د شاوخوا دیرشو هیوادونو د سفیرانو په حضور کې د یو لړ ځانګړو رسمي تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د دغه هیواد د ملت په ماڼۍ کې تود هرکلی وویل شو. Yeah.
تشریفاتی مراسم وروسته د افغانستان او تاجکستان جمهور رئیسانو له یو بل سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو او د پولي په اوږدو کې د ګډو امنیتي ګواښونو او د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې او د سیمه ایزو مسائلو په اړه مذاکرات ترسره کړل. جمهور رئیس کرزی په دغه کتنه کې د ښاغلي امام علي رحمان د رسمي بلنې له امله مننه وکړه. وویل افغانستان نه یوازې د تاجکستان ګاونډی هیواد دی، بلکې یو ډیر نږدې دوست هیواد دی چې په تېرې ولسیزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ژورې شوې دي او موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او روابطو لا پراختیا ته ژمن یو. د افغانستان او تاجکستان مقاماتو په خپلو مذاکراتو کې د سیمې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو ځل بیا خپله همکاري څرګنده او په دې لاره کې پر خپل چمتووالي تاکید وکړ. د دغې کتنې په پای کې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د دو اړخیزو اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په خاطر یوه ګډه اعلامیه لاسلیک شوه. په اعلامیه کې د نورو همکاریو تر څنګ دواړو هیوادونو له تروریزم، افراطګرایۍ، د نشه یي توکو له قاچاقو او سازمان ورکړل شویو جنایتونو سره د مبارزې په لاره کې او د امنیتي او سرحدي ارګانونو ترمنځ پر کاري اړیکو د خپلو همکاریو پر دوام باندې ټینګار وکړ. د دغې کتنې په پای کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان په حضور کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د همکاریو درې موافقه لیکونه لاسلیک شول. د ماین پاکۍ په برخه کې لومړی موافقه لیک د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست ارشاد احمدي او د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر همراه خان ظریفي ترمنځ لاسلیک شو. د دغه موافقه لیک له مخې د دواړو هیوادونو د ماین پاکۍ ډلې کولای شي چې له ګډو امکاناتو څخه په استفادې سره د افغانستان او تاجکستان هغه سرحدي سیمې له ماینونو او ناچاودو مهماتو څخه پاکې کړي چې لا اوسې هم خلک د ماینونو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحدي همکاریو په برخه کې دویم موافقه لیک د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست ارشاد احمدي او د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د رئیس سیمومی یتیموف ترمنځ لاسلیک شو. په دې موافقه لیک کې د پنج په سین باندې د نویو پلونو جوړېدو ته په پاملرنې سره چې دواړه هیوادونه سره وصلوي، له سرحد څخه د تیرېدو د نظام د ښه والي لپاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تګ راتګ سیمې مشخصې او د دواړو هیوادونو خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په لاره کې مرسته کوي. همداراز دریم موافقه لیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیمایي فعالیتونو د انکشاف لپاره د افغانستان د مالیې د وزیر حضرت عمر زاخلوال او د تاجکستان د مالیې د وزیر سفر علي نجم الدین اوف ترمنځ لاسلیک شو. د موافقه لیکونو له لاسلیک وروسته دواړو جمهور رئیسانو په مطبوعاتي ناسته کې ګډون وکړ. نمایندگان محترم واسطه اخبار عموم، دوستان گرامی، سفر رسمی دوستانه رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان جلال آباد حامد کرزی در مرحله مهم رشد مناسبت های دوستانه دو کشور برادر و همکیش و همفرهنگ جریان میگیرد. در سلسله ملاقات و مذاکرات جانبین، موضوعات و مسائل مناسبت های دوستانه دو کشور، همکاری منطقوی و تحولات جهان از جمله عالم اسلام بررسی و ارزیابی شدند. محور اساسی مکالمه سطح عالی و مذاکرات رسمی ما تقویت و تحکیم مطلوب مناسبت های دوستانه من و دستیابی به سطح صفتا نوی همکاری همه جانبه
دو کشور بود. در این راستا با تطبیق برنامه‌های استراتژی و نهایت مهم اقتصادی راه آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، خط بزرگ انتقال برق قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، کاسه هزار توجه خاص ظاهر شد. در این زمان جانب ها امکان بنیاد و طریقه تطبیق طرح راه آهن چین، قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران را بررسی نمودند. هر دو جانب برانند که عملی گردانی آنها همکاری دو جانبه و منطقوی را با سطح صفتا نو بالا برده و با سازی با سرعت و رشد اقتصادی افغانستان و تقویت ثبات و امنیت در قلمرو آن و در منطقه تاریخی آسیای مرکزی مساعدت فعال خواهد نمود. ما تقویت بیشتری روابط و همکاری نظامی، مرزی و امنیتی را با منظور پیشگیری تهدیدهای معاصر و تحکیم مرز مشترک همچون مرز دوستی و همکاری امری ضروری میدانیم. مرز بسیار طولانی ما که قریب 1400 کیلومتر را در بر میگیرد و طبیعت کوهستانی دشوار گذری آن تقویت بخشیدن چنین چاره ها را تقاضا دارد. مبادله افکار درباره راه ها و مکانیزم های گسترش بیشتری همکاری اقتصادی، علمی، فرهنگی و گومانیتری صورت گرفت. جانب تاجیکستان آمادگی خود را در تربیه متخصصان در بخش های مختلف اقتصادی ملی و مخصوصا برای راه آهن نوبنیادی افغانستان ابراز نمود. ما ضرورت گسترش پیگیری همکاری منطقوی را تاکید کرده، حسن نیت، احترام متقابل، رویش سازنده و حسن همسایگی را عامل های اساسی تامین آن و تقویت ثبات و امنیت در منطقه ما ارزیابی نمودیم. جمهوری تاجیکستان از نقش فعال و سازنده جمهوری اسلامی افغانستان ابراز قناعتمندی نموده، جانبدار شرکت فعال کشور برادر در سازمان همکاری شانگهای می باشد. ضمن بررسی وضع کنونی جهان اسلام، ما ضرورت حل عاجلی مشکلات موجوده و ثبات و امنیت را تاکید نموده ایم. جانب ها خواستار سطح بلندتر و باثمرتر همکاری کشورهای اسلامی شدند. ما برانیم که کشورهای دارای ذخیره های عظیم ارزی و امکانات وسیع مبلغزاری می توانند در برنامه های بزرگ اقتصادی و زیربنایی تاجیکستان و افغانستان و کشورهای دیگر منطقه، بخصوص برنامه های ساختمان خطهای انتقال برق، راه های آهن و ماشینگرد و منطقه های آزاد اقتصادی سرمایه‌گذاری نموده با همکاری وسیع‌تر کشورهای خود با آسیای مرکزی مساعدتی فعال نماید. تاجیکستان جانبدار تقویت استراتژی مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، جنگ طلب، قاچاق مواد مخدر و تهدید و خطرهای منطقوی و جهانی می باشد. در این راستا تاجیکستان ابراز داشت که با در نظر داشت پیشایندهای وضع در سال 2014 بعد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی همکاری های مؤثر خود را با همه نهادهای کشور همسایه از جمله در بخش های نظامی و امنیتی و مرزی گسترش خواهد داشت. در این حال ما تحکیم بیشتر نظام بین المللی را برای تأمین ثبات و امنیت جهانی امری ضروری می دانیم. می خواهم با قناعتمندی ذکر نمایم که تمام ملاقات و مذاکرات در فضای اعتماد، صمیمیت، حسن نیت جریان گرفته. ما در همه مسائل و موضوعات مناسبت های دوستانه دو کشور، همکاری منطقوی و بین کشورهای اسلامی، روندهای جهانی، دیدگاه یگانه و نهایت نزدیک داشتیم. ما از ملاقات و مذاکرات انجام شده و در مجموع از نتیجه های سفر رسمی دوستانه جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان حامد کرزی ابراز قناعتمندی نموده، این سفر جلالت مآب را اقدام مهم در تقویت دوستی تاریخی دو کشور ارزیابی می نماییم. با ابراز تشکر از حسن توجه شما از جلالت مآب حامد کرزی دعوت می نمایم که ابراز نظر نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، از مهمان نوازی
حسن روابط و پذیرایی بسیار گرم جانب رئیس جمهور تاجیکستان برادر عزیز ما امام علی رحمان و مردم تاجیکستان اظهار سپاس نموده و خوش هستیم از اینکه یک بار دیگر به کشور برادر و عزیز ما که در حقیقت مردم افغانستان خانه دوم و خانه خود خود می دانند بازم آمدیم و مردم برادر تاجیکستان و رئیس جمهور محترمشان بازم از نزدیک دیدیم و صحبت کردیم. مردم افغانستان از پیشرفت روز افزون تاجیکستان تحت رهبری و قیادت جلالت ما رئیس جمهورشان برادر عزیز امام علی رحمان خوشنود هستند. ما خودم به حیث رئیس جمهور افغانستان به کشور عزیز تاجیکستان 7 سفر داشتیم به شمول سفر امروز ما و در هر سفر دیدیم که تاجیکستان قدم‌های محکم‌تر به طرف پیشرفت و ترقی گرفته است. از این ناحیه به جلالت ما رئیس جمهور تاجیکستان حکومت تاجیکستان و مردم تاجیکستان مبارک باد میگیم. خوشبختانه روابط بین دو کشور در 12 سال گذشته پیشرفت‌های عظیمی داشته. در هر عرصه زندگی با هم تفاهم و همکاری داشتیم. از همکاری‌های تاجیکستان با افغانستان در روزهای دشوارش سپاسگزار هستیم و این همکاری و دوستی عمیق ما بدون شک و مطمئنن که در آینده عمیق‌تر میشه، چون دید ملت‌های ما به طرف دوستی نهایت عمیق و استوار است. مثل همیشه این بار نیز افغانستان و تاجیکستان نظر مشابه داشتند در مورد گسترش روابط بین دو کشور، امور منطقه و جهان اسلام و چگونگی مساعدت‌های کشورهای بزرگ به منطقه و به دو کشور ما. افغانستان متعهد گسترش روابط در ساحه اقتصادی و مواصلاتی و راه آهن با کشور برادر و عزیز تاجیکستان می باشد. با تمام پروژه هایی که دو جانبه و یا چندین جانبه توافق صورت گرفته، افغانستان پابند بوده و در تکمیلش با حکومت برادر تاجیکستان همکار می باشد و انشاءالله تعالی که قدم های استوارتری در راه می‌گذاریم که بنای باشه برای تحکیم روابط اقتصادی دو کشور برای آینده. یک بار دیگر از جلالت ما رئیس جمهور تاجیکستان برای مهمان نوازی بسیار گرمیشان، بسیار برادرانیشان، بسیار دوستانیشان مثل همیشه تشکر نموده، از ملت عزیز تاجیکستان تشکر نموده که همیشه ما را با آغوش باز، با لبخند و تبسم و مهمان نوازی عظیم عنانی مردم تاجیکستان پذیرفتند. ما از روابط ما خوش هستیم و از این دوستی و برادری بین ملت های ما نه تنها اینکه خوش هستیم بلکه بو افتخار میکنیم و میباریم. رئیس جمهور بسیار تشکر. جمهور رئیس حامد کرزی ده دوشنبه ده ورځ له غرمی وروسته په داسې حال کې چې د تاجکستان صدر اعظم عاقل عاقلوف سره ملګرتیا کوله، د اسماعیل سامانی یا تلی ته د ګلو ګېډۍ کېښودله. په همدې توګه د هیواد جمهور رئیس د همدغې ورځې په ماسپخین د تاجکستان د پارلمان د رئیس شکرجان زهروف او ځینو غړو سره وکتل. په دې کتنه کې چې د دغه پارلمان په مقر کې ترسره شوه، دواړو نورو د دواړو هیوادونو په ځانګړې توګه د پارلمانونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر پراختیا باندې ټینګار وکړ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون ماښام د دوشنبه په ښار کې په خپل استوګنځي کې د تاجکستان د صدراعظم عاقل عاقلوف سره وکتل.
په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو پر لا پراختیا باندې خبرې وکړې. جمهور رئیس حامد کرزی د تاجکستان د خلکو له میلمه پالنې او تاوده هرکلی څخه د مننې په ترڅ کې وویل خوښیم چې یو ځل بیا مې هغه هېواد ته سفر کړی دی چې د افغانستان خلک هغه خپل دویم کور ګڼي.